چشم، چشم. ببین تو زبان فارسی بالاتر از چشم نداریم ها. خداحافظ. سلام. الو اومدی؟ نه آقا بودم. رفته بودم تا اینجا. این. آره چی شد؟ حاضر الان میارم خدمت. به جمع جمعش کن برمیگردم. چشم میارم. تموم شد؟ کجایی آقا غیبت زد؟ از بالا 6 بار پیغام دادم. تلفن ناجور ببینم که اینجا آنتن نمیده. بله. نهاش. خوب به کار خودش بیناست. بله شش این که کامل نیست مقیمی دیرت نشه همینطوره گیج میزنی آه بله درسته بله. این فقط پایین نهرا بالاش هم باید آماده کنیم بله کی بله. امروز کور از خدا چی میخواد دو چشمه بینا الان ساعت چنده تا ساعت 3 و نیم امروز باید همه رو تحویل بله. باشه باشه فعلا همین رو تحویل میدیم بله بله شش برگشتم تو ترش آماده کنیم من برگشتم کجا باز امروز چه خبره چه خبره؟ نه ترس ما بر میگردم میگی رو بیری وقتی رو بردی تو خدا خودم هم حالش رو ندارم ولی نتونستم بگم نه اه؟ خبریه؟ حتما چقدر که من وقت این کارها رو دارم خیلی یه رفیق قدیمی نمیشنم یه زمانی با هم همکلاس بود خیلی رفیق قدیمی هم به چه دردی میخوره جزی که کار بریجه سر یه قرنی ازش خبری نی حالا هم که زنگ زده چیه؟ کار داره کور و نظربازی چی داری میگی واسه خودت شهرستونیه احتیاج به کمک داره تو این شهرم اگه میشه کسی رو پیدا کرد ولی خیلی دارم براش سوخت همچین صداش میلرزید آها پس قرار کوری از ساکش کور دیگر بشه تو هم درس ادبیات پس میده دیگه نه حداقل یه دور از جون یه چیزی ببین احمد من که حرفی ندارم طرفو که میشناسی یه حقوقی کنه جفتمون رو جریمه میکنه اساسی گیر نده من زود برمیگردم اینا کی شروع میکنن از تو میپرسم کور کور رو میجویه آب گذار
که هست. بزن گریم دیگه بی تو. بله ببخشید خانم هستن؟ اشتباه اومدی بابا جون. سوسن خانم هستن؟ بله. اینجا منزل خانم سوسن سرنگی نیست؟ نخه. پس من به آقای اصغر سرهنگی برادر خانم سوسن سرهنگی بگم نشونی اشتباه است؟ کار چی حالا؟ پیغام دارم براشون. شما کی باشی؟ ببینید من احمد مهران، دوست همکلاسی سابق اصغر آقا. یه ساعت پیش به من زنگ زد گفت بیام خدمت خواهرشون. منم کلی کار داشتم. کارو زندگیمو ول کردم اومدم اینجا. حالا پیغام چیه؟ بفرمایید. ببخشین تو رو خدا، دو روز خرید نرفتم، نه شیرینی نه چیزی. خواهش میکنم زحمت نکشین. میشه بگین از وقتی سرم اینجوری شده از خونه بیرون نرفتم؟ به هر کی میگم خوردم به دیوار باورش نمیشه. بله لطف میکنین بگین پروانه خودم اونجا بیا. تو دخترم ببخشین تو رو خدا، این بچه میره تو حیات، هوام سرده، این بچه حواسش نیست بشنم. چون ببخشید میشه بگیم پروانه خانم بیان؟ پروانه رفته. نفهمیدم کی رفت. دیشب آخر شب اومدم جا بندازم، یهو برگشتم دیدم نیست. دیروز عصر اومد اینجا. شما که غریبه نیستی، خونه و خانواده‌اشو ول کرده پا شده اومده اینجا. بزرگ شده بود ماشاءالله. 5-6 سالی میشه ندیده بودمش. مادر به هم گفت میادش، گفت آقا جون داره دیوونه میشه. حالش بد بود، همینجا نشسته بود. آخه دیشب سر شام یه اوقات تلخی پیش اومد. بابای بچه ها یه وقت یه چیزی میگه دیگه. من نرسیده بودم برم مرغ بگیرم، اینم عاشق مرغه. گفت چه صرفه جویی زود شروع کردی. من چی شد جناب بیبه؟ الان بیه جان بچه بی تو بشین سرده. سرما خورده، دو سه روز خونه مونده کار میکنه. خدا رو شکر که پول بخوره نمیری گیرمون میاد. امروز صبح مادر به هم زنگ، من یعنی به اون خودش به هم زنگ زد. صدای تلفن میشنوم میگم مادره. تلفن خجالت میکشم، چه کنم؟ عرق میشینه به پیشونیم. گفتم مادر روم سیاه، نتونستم کاری بکنم، نتونستم پیش خودم نگهش دارم. حالا ولی از شما میخوام، شما اگه میتونی بهش کمک کنی، جای برادرشین. شما تا حالا منو ندیده بودی ولی من شما رو یادمه. میمدین با اصغر درس بخونین، تو اتاق صدای خندتون برا بود. نشونی هم به پری دارین دیگه؟ بله دارم. جس. خب پیغامتون که دادین، من هم که موزمتون نشنم، درسته؟ از یه هم که شدین. باشه باشه
همون چی کار میکنی بابا؟ واسه چی خط ویژه میاد؟ یه بارم ما این مجله داریم. نمیریم اگه برو مبله بابا. آخه اینجا که تابلو داره. خانوم بد با اوتوبوسه بد با نشکریم اونجا سر میز میذاریم میز خش نیفته اونم موازه باش اون فرش هم میشم آقا این پانسیون میدونی کجاست؟ کدوم پانسیون؟ نمیدونم آقا نمیشتست فقط میز خش نیفته میدونم نمیخوام بگم برو پی کارت آقا نیست داداش یه لحظه تشریف میری بفرم ببین داداش همین مستقیم میری اون کوچه خورم هست ولی انتهای کوچه یه ساختمون سفید در قهوه‌ای همونجاست دست شما درد بفرم اینم بذار والا دست درد کسی دنبالت نکرد که هم؟ نیست که تابلو ندارم آخه زنگ زده دادم جلاش بدم آره این بعدم میاد از این آدم های سیگاری پات بذاروش همه فکر میکنن پله بالا رفتن سخته اما برعکس اگه همت هی دیشب کجا بودی؟ همت داشته باشی بالا رفتنش کاری نداره که فوق فوقش اینه که سرت گیج میره عصا میگیری هست آره صبح سرم گیج میره میگن مال چیزه بی خود میگن مال آلودگیه حساسیته میدونی آدمایی که سرشون گیج نمیره حساس نیستن طبقه بالاست میخوای پروانه رو ببینی دیگه بیا بیا جوان بیا تو وسط تعریف کنم قصهشو که اصلا نمیدونی چیه باباش یک آدمیه زورگو سختگیر کل خشک عصبی و پول دوست برادرم ها از یه پدر مادری ولی خب اونجوریه دیگه خب حق داره دختره منم بودم در میرفتم یه وقت دیدم برادرزاده که تا حالا ندیدمش یهو کله سهم پیدا شد مهی یا این قبضاتو بگی چرا قبضات سه تاست؟ قبض سومی رو کی گرفتی؟ پدر سوخت ما نفهمیدیم ها؟ این خط ویژه هست آره کنشو تو چته؟ زلیل مرده همش توی هرت کرت هست ببینم آخه شما ببین میخوان شوهرت بدن به یه آدمی که از تو بزرگتر خیلی به جهنم ریخت و قیافم نداره بیت بیاره شوله کمش کن اخلاقم نداره آخه ولی چی پول داره تا دلت بخواد ملک و املاک داره یه عالمه ای تو سرت بخوره شوله بیا اینا رو جمع کن دیشب تا اینجا مونده آخه با بابا معامله میکنی پس من چی یه قرونش تو جیب برادرزاده من میره نه پدری باید به فکر دخترت باشی سرمایت نیست که باش معامله کنی که
والا برعکس اون من اینجوری دارم به من داری همه میگن عمه شما چقدر مهربونی میگن شما کیف سوراخه بی خودی نیست که چند سالی میشه در این قضیه تلفن پیغام رابطه قطع هیچ رابطه هیچ الان فرمان خانم اینجاستی؟ خودتونه جمع جور کنیم این نامه ببینیم مال کیه مال توی یه مال لیداست اینجا نور نیست که این پرده رو بزن کنار خوادم یه ذره نور بیاد توی این اتاق چه خبر اول صبح لنگ زوره یا این مال توه بخواب بگی بکر این مال توه دیگه یا اوه چته خودتو کشتی بگی گوشت بیا بگم اینجاست پروانه خانوم نگران پروانه ای بیا نشونت بدم بیا پله پایین اومدنی سخته شما حالا جوانی ولی میبینی یه وقت به حرف من میرسی زندگی هم همینه اینجا اتاق پروانه است میبینی چقدر قشنگه ای طاقت نیفرد که پنجرم داره میخوای منظرشو ببینی بیا جوون بیا ببین چقدر قشنگه به 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 چه باصفاست بیا دیگه من حاضر بودم همه کار و زندگیمو ول کنم بشینم چارچشی مراقبش باشم میدونی اینجا همه جور آدم میره و میاد میفهمی که ولی هر کاریش کردم نمون در رب شما اگه دیدیش ازش بپرس چرا آخه میدونی دیشبم اینجا خیلی شلوغ بود میفهمید که شاید بچه اذیت شده میخواد درس بخونه کنکور بده نه این دو قلوش چقدر درس چقدر کنکور ها آدم اول باید کنکور زندگی بده بعد آقا محترم این بچه اینقدر هولد بود یادش رفت که اینو ببره حتما لازمش میشه دیدیش بهش بده من بعید میدونم پروانه دوباره برگرده اینجا این چیه؟ من از کجا بدونم من که توشو نگاه نکردم که من از چی باید بترسم ها؟ من پروندم پاک خب اگه مجوز پانسیون تموم شده من تمدیدش میکنم دوباره اگرم که اعتبارش تموم شده که ربطی به نیرو انتظامی نداره که از اون باید داشته باشه از اون باید برو بالا دیگه برو دیگه از اون باید خانم چی شده؟ چه خبره؟ چی؟ ها
دختر فراری رو چرا من باید جوابشو بدم ها؟ هیچی نیست، نترس، برو تو دوست اینجا وایسادی، برو دیگه، هر کی فرار کرده خودشم بیا جوابشو بده. دوست چی وایسادی؟ برو دیگه، به در مادرش چشمم روشن. دیر آمدی ای نگار سرمز، در میری جوون. من آخه واسه چی باید درم؟ من چی کار کردم؟ من خاک بر سر. آره ولی آخه چی کار کنم، گیر افتادم، پدرم در اومده، اصلا نمیدونستم. الو 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 قطع شد. آره آره میدونم تو رو انداختم تو زحمت، ولی یه کاریش بکن دیگه، یه نشونی بیشتر. الو الو بابا مقیم جان، میگم یه نشونی بیشتر نمونده. گفتم که یه نشونی بیشتر نمونده. گیر افتادم به خدا. میگم تو که انقدر اهل شعر و ادبی، یه ضرب المثل در مورد کویر بلدی؟ در مورد آدمی که گیر کرده تو کویر؟ نیم ساعت زودتر اگه اومده بودین میدیدینش. رفت بیرون یه خریدی بکنه، یکم کاراشو راستادیس کنه و برگرده. این طفلک از همون سال اول دبیرستان معلوم بود که دختر با استعدادیه، ولی خب خیلی شرایط تمرکز روی درس و مدرسه رو نداشت. گفتم من کمکت میکنم تو کنکور قبول بشی، ولی نه هر رشته یا همون رشته که دوست داری، رشته که از دل جون بهش علاقه داری. یه دو سه سالی پشت کنکور مونده، حالا امسال ان شاءالله ببینیم چی میشه. اتفاقا خیلی وقت خوبی اومد پیش من، چون تو این دو سالی که منتقل شدم تهران تقریبا خوب جا افتادم. بهش گفتم اگه با من درس بخونی تضمینیه، ولی بدون چشم داشت، یعنی اصلا هیچی. حالا پیغامتون چی هست؟ من تا رسید اینجا با مامانش حرف زدم. حالا ترجیح میدادم به خودشون بگم، ولی منم یه مقداری یه لحظه خیلی عذر میخوام. خیلی خوب، این تو اینو حل کن، تو هم اینو، ده دقیقه بیشتر وقت نداری. ببخشید، فکر کنم مجبورم به خودتون بگم، من باید زودتر برگردم سر کارم. راستش امروز اصغر برادر پروانه زنگ زد، گفت مثل اینکه پروانه دیروز ول کرده بدون اطلاع خانوادش اومده تهران. باباشم فهمیده و قشقرق به پا کرده. اینه که به من گفت هر طور شده پیداش کنم بفرستمش سر خونه زندگیش. عجب، باورم نمیشه. برای چی؟ من دیدم این صبح که اومد اینجا خورده رنگ و روش پریده بود. یه آقای مهران هستم. پروانه باید الان دیگه پیداش بشه، یکم تعامل کنین، اومده بهتر خودش باشه، با خودش حرف بزنین. بفرمایید.
این محیط یا مساحته؟ محیط لوزی حواستو جمع نمی کنیم بذار حالا می بینم ببینی من معلم ریاضیشم معلم زندگیش که نیستم این خیلی مسئولیت سنگینیه من نمیتونم مسئولیت اخلاقیش رو قبول کنم منم متاسفانه بیشتر از این نمیتونم معطل بشم همینجوری هم کلی به همکارم بدهکار شدم ببینید این تلفن ها و نشونی محل کارمه بگین حتما با من تماس بگیره باشه ممنونم آخ اینا رو داشت یادم میرفت اینا رو هم نیست که خونه عمش جا گذاشته شناسنامه و این دوستان میخواییم پیش شما بمونم نه با مدارک شناسایی شوخی نمیشه کرد پیش خودتون باشه من نمیتونم مسئولیت قبول کنم باشه ممنون اول مشکل تو با خانوادت حل کن بعد پاشو بیا اینجا صبح که من با مامانت حرف زدم همه چی خوب بود ظاهرا مشکلی نبود تا این آقا پیدا شد کیه این آقا؟ نماینده برادرته وکیل خانواده است حالا هرکی من چیزی ازت خواستم کاری ازت خواستم یه اتاق بهت دادم گفتم بیا بشین اینجا درستو بخون برای چی از خونه فرار کردی؟ گیرم اصلا برای خوشگذرونی هم نیومده باشی چه خوشگذرونی؟ نمیشه اول خانواده بعد درس آخه شما که نمیدونی من تو چه وضعیتی هم توضیح سخته با بابام هم که نمیشه حرف زد نه او اجازه میده نه من میتونم یه راهی پیدا کن باش حرف بزن با خودش نمیتونی حرف بزنی با وکیلشون حرف بزن این آقای مهران احمد مهران به نظر میشد باش حرف بزنی شناسنامه و مدارک شناساییت هم مثل که دستش خونه احمد جا گذاشته بودی پس دیگه باید حتما این آقا رو پیدا کنم نه فقط برای شناسنامت برای اینکه بتونی مشکلتو با خانوادت حل کنی یه بار بگین داری منو بیرون میکنی اصلا همچی چیزی نیست این اتاق مال توه بی چشم داشت بی منت من میدونم چرا داداشم یه آقا رو فرستاده اینجا خودش روش نمیشده بعد بهانه میاره زنم پا به ماهه کجا پا به ماهه خجالت میکشه با من چش تو چشه چه برسه به یکی بخواد حرف بزنه شما نمیدونی من چی دارم فرار میکنم از یه مصیبت از یه
دختر جون کتاب جواب نمیده. پشو در رو. ممنون. من چرا باید در برم؟ سرهنگی، اسخر سرهنگی. ببخشید خانم، عجله دارم، میتونم زنگ بزنم؟ میتونم از کارتتون استفاده کنم؟ فایده ای نداره. جواب بدم زنگ زدن نداره. مرسی خانم، خدا رو شکر خودشون رسیدن. که معلومه چی میخواد بگه. اول خانواده، بعد درس. تلفن فایده نداره، بعد حتما پیداش کنه. بیا والا، بیا والا، بیا. مراقب باش. آلو بذاری. خطرناکیه، بیشتر مراقب باشی. دست شما در نکنه. خواهش می‌کنم. خدا شماره منه. چه آسانیه. از ابرای ارغوانی که اینو پتک می‌کوبه تو سر آدم.
ببخشید. کسی اینجا نیست؟ شرمنده که نتونستیم بهم خواهد ببخشید به خدا داشت میامدم پیشه سر مردم شوش مره مامورا گره فامیلی گفت که برگه اقامت ببخشید اینجا به من آدرس دفتر نقشه کشی دادن اینجا رفتن نقشه کشی دو سه روزه خب بعد رفتیم اردوگاه مره گفت که برگه اقامت تو بده شماره یکی چیز بچه ها رو داشتن ببخشید شما نمیدین کجا رفتن آدرسی چیزی دکان فوتوکپی بعد بفهمم خب بعد گرفتم برگه منو رفتم چیز بردم منو اردوگاه اردوگاه که بردم میشه صحبتون تموم شد یه زنگ با موبایلتون بزنم خب وقتی که رفتم برگه که خواستم نداشتم پیشم گفت بهشون گفتم چه زنگ بزنم به یکی از دوستان برام بیاره خب تا خواستم زنگ بزنم دو سه روزی منو نگه داشتن شرمنده خلاصه نتونستم بیام پیشت بعدی که چیز پیسایی که سر حساب کار قبلی مونده اما را برو بگی من نمیتونم خب دستم بند است تا بخوام بیم سه چهار روزی انشاءالله پیدا میشه ببین تو برو دنبال اون کارا خب یه چیز کن من کارت مارت ردیف نکنم هر موقع که برم کارت اقامت یا چی اصلی داد ببخشید آقا تا میدون شاپور چقدر میشه؟ ای بابا در بس نمیخواد دخترم میره همین خیابون بغل خط راهن صف داره شلوغ هست عوضش ترافیک خیابونای دیگر هم نداره صاف میرسونت به مقصد خیالت هم راحت باشه اینجا اینقدر مردم گرفتارن نه وقتشو دارن نه حالشو که بخوام به شما گیر بدن چشم. یه در رو واکو ما بریم بابا نخواستیم یه در رو واکو ما بریم آقا فراد درها رو بزن هر کی میخواد پیاده شه بابا وقت خانیم شافر میده آقا.
وای یا فاطمه زن وای احمد؟ احمد کیه؟ احمد نداری من چرا با احمد مهرانی؟ جز لیست تصویه تا دیروز همکارتون بوده اینجا پشت یه میز میشستین برای چه میدونم دوزار عرق میریخته حالا احمد کیه؟ خب ببخشید جلوی را بایستید آقا مرتضی مثل اینکه بازرس اومده بازرس اومده باب اونم چه باب بازرس ها خیلی بامزه جانم پروانه خانوم پروانه خانومه شما پروانه خانم دیگه احمد آقا با من تماس گرفت گفت به شما بگم که اولا موبایلشو دزدیدن بعدم امشب گفت یا تو این آژانسم یا خونه اینم آدرساشه گفتم آخه چه جوری موبایلتو دزدیدن موبایل تو کیفت بوده یا تو جیبت بوده تو کیفت بوده کیف زیپ داره یا سگک اگه زیپ داره زیپشو کشیده بوده یا باز بود اگه کشیده بودی که کارش خیلی سخت بوده ممنون. یعنی خیلی باید ماهر باشه من یه رو بیست و هست من دسته نیشید نیکی بابا هر برکی میزنی من یه سر دیده باشه حالا چرا سر سر آخه یه رو بیش نیست که یه رو بیش نیست بله آقا آقا اون دسته خبره بله چهار و دوم یه لحظه گوشی بست آقا یه مقدار آقا آقا نمیشتم هم چی میگه یه لحظه صبر کنید پروانه خانم دیگه بله اگه شما میدونید من کیه منم میدونم پیغام چیه زنگ زده گفته اگه آژانس نبودم برم خونش احمد آقا نیست مگه به شما تلفن نکرده نه مگه ندیدی زمینو کندن میخوان کابل برگردون کنه تلفن خونه قطعه دخترم خیز شدی سرما میخوری یا بیا بریم بیا دختر گریه انواع و اقسام داری یا از غصه و غمه یا از حرص و غیظه یا به خاطر از دست دادن عزیزیه یا به خاطر حسرت سالایی از دست رفته عمره بیا مادر بیا اینجا خود توی ذری گرم کن به خودت مسلط باش ولی من مطمئنم مال تو خستگی بیا بشین ما که تو این شهر زندگی میکنیم هممون یه پاشدی متخصص بچه اصلا خودخواه بهت بر نخوره ها کم و زیاد داره اما استثنا نداره تا وقتی بچه باید بهشون برسی خدمت کنی فقط ازت میخوام دستشون بدن نوشه جان همچین که بزرگ شدن تنهات میذارن و این از چه زندگی خودشون اصلا فراموشت میکنه میشه همون داستانه قبرستون و خدا داده باغ و گلستون البته تقصیری هم ندارن و زندگی ها سخت‌تر شد بازم خدا رو شکر
شوهر خدا بیامرزم این خونه رو بر من گذاشت. بعد خودش رفت. از اجاریه یه اتاقش خرج یه لقمه در می. الان احمد آقا تقریبا یه سالی هست که یه سال و نیمه تقریبا که اینجا مستاجر منه. الحمدلله پسر خیلی آروم و بی‌درد سری هم هست. پاش عزیزم. پاش بیا یه شام مختصری درست کردم با هم بخوریم. انشالله الان سرکله احمد هم پیدا میشه. اینم که انو بس نشد. امشب چند شنبه است؟ ها شبای زوجه که احمد ممکنه یه ساعت بر شام میتونه بیاد خونه و برگرده. اتفاقیه دیگه. شاید هم اومد. بیا بکش بر خوده. طوری شده؟ بریز بیرون؟ سفره دلتو باز کن ماده غم غصتو بگو بذار سبک بشی. برای کسی که نه قبلا دیدیش نه بعدا قراره ببینیش یه آدمی که سنگ صبور. اگه بابام و داداشم یه جو غیرت داشتن اینقدر به فکر مال و اموال نبودن هیچ وقت منو با اون خواستگار کثافت تنها نمیذاشتن که اونم به خودش اجازه بده پاشا گلیمش دراز تر کنه بخواد. آروم باش عزیز من، آروم باش. تو اسرارتو به من گفتی اما اینا رو پل هیچ مردی نگی ها. چون اگه آدم خوبی باشه که تجسم این لحظه یه عمر عذابش میده. اگرم آدم بدی باشه اصلا چرا باید اینا رو بدونه؟ چون بعدا میخواد ازت سوء استفاده کنه. اسرار من خانواده منن. مادرم میگه پاره تنشم همش قرون صدقه هم میره ولی چه فایده؟ خانواده‌ای که من دوست دارم، خانواده‌ای که بهش احترام میذارم کدومه؟ مادرم که بعض شما نباشه نازنین ترین زن دنیاست یا داداش بزرگم که هر وقت باید به دادم برسه نیست یا بابام که همه فکر و ذهنش و هزانه زمینیه که یارو بهش وعده داده تازه اون نشه با یکی دیگه معامله میکنه. خانواده من مادر و داداش کوچیکم نه خانواده‌ای که منو به پول میفروشه که میخوام مثلا سر به تنش نباشه. دخترم تو خودت همشو گفتی درستم گفتی. خانواده تو اونیه که هوا تو داشته باشه نه اونی که تو رو میفروشه. خب من نمیگم به تو چی کار بکن چی کار نکن. تو هزار مشاله الان بر خودت با خانومی. فقط میگم مراقب باش کار خطرناک نکن. هر قدمی میخوای برداری حواستو جمع کن زیر باد زیف باشه. الانم با من تعارف نکن. اینجا عین خونه خودت. تا زمانی که کارات سر سامون بگیره میتونی همینجا پیش من بمونی. حالا یه چیزی بخور. بذار زر جون بگیری. بیا عزیزم. بیا بریم نشونت بدم. فکر نکنی من جا کم دارم. جوون خودساخته ایه. بنده خدا همه خانوادش حد دست داده. الا یه خواهر جوون که اونم از خودش یکی دو سال کوچیک داره. اونم طفلک بستریه توی آسایشگاه روانی. اونجاست. اتاق احمد اون بالاست. ببین من اصلا عادت ندارم زیاد به کسی توصیه کنم. ولی الان یه هویی یه فکر بکری زد به سرم. به نظر من با این وضعیت که تو داری ها بهترین کاری که میتونی بکنی ازدواجی. اجازه بدید ماده دست درد بکنی اینجا بندازم؟ بنداز اینجا بدم اون سر دوشه کنی. وقتی ازدواج کنی مثل که یه بار سنگینی از دوشت برداشته میشه. خیلی راحت تر میتونی به همه کارا سر سامون بدی درس تو بخونی تصمیم گیری بکنی خلاصه همه چی. برای این کارم مطمئن باش هیچکی بهتر از احمد آقای خودمون نیست. جدی میگم. نه شما منو میشناسی نه احمد آقا نه من شما ها رو. اصلا ما هنوز همدیگر ندیدیم. بعدا من تو وضعیتی نیستم که بخوام. میبینیش من که خودم تو رو تایید میکنه.
آدمی که درد و رنج کشیده ها اصلا آدم خوب از نگاهش پیداست. احمدم پسر خوبی. فکر میکنی چرا یه جوون تک و تنها از صبح تا صبح یه کله جون میکنه کار میکنه؟ مگه خرج اجاره خونه و خورد و خوراکی چقدر میشه؟ دلش میخواست حالا که نمیتونه خواهرشو پیش خودش نگه داره لااقل یه جای ترتمیز آبرومندی بذارتش. خب جای آبرومند خرج داره. برای همین بنده خدا سال آخر دانشگاهشو ول کرد. از صبح تا شب چسبیده به کار. من که میگم شوهرت باید چند سال از خودت بزرگتر باشه. فقط بدیش اینه که بعد از ازدواج دیگه نمیتونی با من درد دل کنی. احمد آقا دیشب اومد خونه ببینه از شما خبری شده یا نه. شما خواب بودی، یه کمی خیالش راحت شد، گفت فردا صبح برمیگرده. صبح میاد یه دو لقمه صبحانه میخوره، یه دو ساعت میخوابه که دوباره بره سر کارش. این پف دور شیشش از چیه؟ بنده خدا خواب درست حسابی نداره که. صبحانه هم عاشق سنگک. شما چرا؟ من میرم. پروانه، پروانه، خودش احمد. Exactly.
آبشار یه دونه. تلفنت پیدا شد؟ نه بابا، قرضیه. از یکی از همکارام گرفتم. خوب. حالا که تلفن داری زنگ بزن به داداش نازنینم که چقدرم نگرانم. من چرا بزنم؟ خود دستی به مقصد بهش بگو. فکر میکنن اومدم تهران برم پارتی، برم کافی شاپ. درسته که اونجا مثل اینجا امکانات نیست، کمه، ولی اصلا مسئله چیزا نیست. آدم برای که پیشرفت کنه باید درس بخونه. خانواده که کمکی نکرده، کمک یه آدم یه آدم غریبه هم نمیخوام، اونم یه همچی حیوانی. نمیذارم درس بخونم، نمیذارم مستقل بشم. میخواد منو شوهر بدم به یه مرتیکه عوضی، برای اینکه زمین و ملک و املاک زیاد داره، چون بابام چشش به زمیناش. اشکال نداره بخواب، من برای خودم میرم. مادرم که کاری دستش بر نمیاد، اصغرم که هیچی. بهترین کار برای آدم بی خاصیت اینه که مسئولیتشو بندازه گردن یکی دیگه. تازه کاش فقط همین بود. اگه شهر خودتون بده اینجا دیگه هیچی، واویلاس، یعنی واویلایی. اونجا بالاخره شهرته، خونوادته، چه میدونم دستت بازتره. میخوای چی کار کنی؟ خودتو از چاله بندازی تو چاه؟ تو فقط یه سوال منو جواب بده، چجوری میخوای خرج خودتو دراری؟ مگه به این راحتی تو این شهر کار گیر میاد؟ بفهم خانم کجا؟
چی شد خانم؟ کجا تشریف دارید؟ تهران. تهران؟ حالتون خوش نیستا؟ ببخشید. اگه تو میتونی توی چاه زندگی کنی منم میتونم. اگه تو میتونی توی شهر کار کنی منم میتونم. فکری نمیدونم چرا دانشگاهتو نصف کارو ول کردی. فکری نمیدونم چرا از صبح تا شب کار میکنی جون میکنی. خیلی خوب اجازه بده. به همین سادگی هم نیست. من توی شهر نمیمونم. در مورد زندگی خودم هم خودم تصمیم میگیرم. به هیچ کس هم اجازه نمیدم بهم بگه چیکار بکن چیکار نکن. خیالت راحت، خلافم نمیکنم. به کمک هیچ کس هم احتیاج ندارم. نه خانواده‌ام نه تو. جواب خانواده‌ت چی میدی؟ جواب اصغر رو. او اگه غیرت داشت تو رو نمیفرستاد دنبال من. تو رو خدا نگو چون زنش پا به ماهه. اینا همش بهانه است. پروانه چیه؟ اینجا چون؟ برو مادر هلوی دورت بگردم مادر حالا خوبه؟ آره خوبه، مره چه پاشه دارم خوبه؟ درد و بلا تو سرم بخور مادر، تو خوبی؟ خوبم. هلوی دورت بگردم مادر حالت خوبه؟ براتون چایی بگیرم یا اونم آوردین؟ دست شما درد نکنه. قربونت برم ننه. میخوایی چیکار کنی تو این شهر؟ چی میخوایی تو این شهر بیدره پیکر؟ اونم یه دختر قریب تک و تنها. به فکر ما نیستی، به فکر خودت باش. کجا میخوایی بمونی؟ پیش کی؟ با کی؟ خرج زندگی تو از کجا میاری؟ با کدوم کار؟ به خدا آدم های زبر و زرنگش تو این شهر توش موندن. شما میخوایی چیزی بگی؟ نه دیگه، همه سوالای اساسی رو شما پرسیدین.